بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. ادامه سخن در فصل اول درباره مفهوم و مراتب عدل. اشاره کردم که عدل درباره انسان مفهوم و مراتبی دارد و درباره خداوند مفهوم و مراتبی دیگر. در مورد انسان، نخستین مرتبه عدل انسانی رعایت جایگاه امور در باور و عقیده است. شرک ظلم است و توحید عدل. ان الشرک لظلم عظیم. مرتبه دوم عدالت انسانی عبارت است از رعایت جایگاه امور در عمل. کسی که جایگاه امور رو در کار خودش، در عمل خودش، در رفتار خودش رعایت می کند، این عادل است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. ای اهل ایمان، به قسط، به عدل قیام کنید، یعنی در رفتار خودتون عادل باشید، در حرف زدن خودتون، در نگاه کردن خودتون، در گرفتن خودتون، در نوشتن خودتون، در همه کارهایی که از شما صادر می شود عادل باشید. این عدل، عدل عملی است، عدل رفتاری که در روایات و آیات قرآن این کاربرد فراوانی داره. این مرتبه عدل از عدالت انسانی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که می‌فرماید من عامل الناس فلم یظلمهم. کسی که با مردم معاشرت کند، معامله کند و ستم روا نداره، در حق کسی ظلم نکنه. و حدثهم فلم یکذبهم. با اونها حرف بزنه، سخن بگوید، ولی به آنان دروغ نگه. اولیش عدالت، رعایت جایگاه امور در معاشرته. در معاشرت با دیگران حق اونها رو رعایت کنه، میشه عدل. دومیش در گفتگوی با اونها حق اونها رو رعایت کند، این صادق باشد، دروغ به اونها نگه، رعایت جایگاه امور در گفتاره. و وعدهم فلم یخلفهم. وقتی وعده به مردم میدهند، قول و قراری با کسی میگذاره، این خلاف اون عمل نکنه، به قول خودش، به وعده خودش عمل بکنه. فهو ممن کملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته. اگر کسی این سه تا خصوصیت رو داشت، در معاشرت با مردم ظلم نکرد، در گفتگوی با مردم دروغ نگفت، در وعده‌هاش خلاف وعده عمل نکرد، این دیگه این آدم با مروتی است، این جوانمردیش کامله، عدالتش ظاهره، یعنی این عدلش ظاهر میشه، آشکار میشه، این آدم عادلی هست. و وجبت اخوته،
واجب است انسان با همچین آدمی رفت آمد داشته باشه، دوست باشه، برادر باشه. و حرمت غیبتو، غیبت چه هم حرامه. یعنی اگر کسی دروغ گفت، ظلم کرد، وعده خلافی کرد، این میتوان در همین امور، این اموری که ظاهر است پنهان نیست، غیبتش هم اشکالی نداره اگر کسی به عدالت رفتار نکرد. یا در روایت دیگری دارد سألتن نبی ابی تمیمه است ان ابواب القسط، اینکه قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ای اهل ایمان به پا دارید پیوسته برابری رو، عدالت رو. این یعنی چی؟ ابواب قسط یعنی بخش های عدالت، مصادیق عدالت. حضرت فرمود انصاف الناس من نفسک. یکی این که درباره خودش انسان انصاف رو رعایت بکنه، یعنی با مردم وقتی میخواد معاشرت بکنه اگر کار خلافی کرده واقعا اون اعتراف کنه، انصاف بده. انصاف الناس من نفسک، عدالت ورزیدن با مردم. بله، بعد میفرماید و بذل السلام للعالم، این که انسان سلام بکنه به همه، هدیه کردن سلام. بله، برای همه. و ذکر الله تعالی، بله، این بعضی ها عالم خوندن، بعضی ها عالم خوندن، ولی از روایت دیگه معلوم می شود که اینجا عالم مقصود هست، یعنی همه. و ذکر الله تعالی فی الغنا والفاقه، یاد کردن خدا در موقعی که انسان وضعش خوبه یا اینکه وضعش خوب نیست، این میشه ابواب قسط. اینها قسط عملی هست، عدل عملی، رعایت کردن جایگاه امور در عمل. یا در زیر این آیه کریمه که در عدل اعتقادی هم گفتیم یکی از مصادیقش عدل اعتقادی است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، در برنامه گذشته اشاره کردم که امام باقر علیه السلام میفرماید طبق نقل عدل عبارت است شهادت به توحید. در روایت دیگری می‌فرماید عدل عبارت است شهادت به توحید و نبوت، که این عدل میشه عدل اعتقادی. در اینجا در روایت می‌فرماید العدل و الانصاف، یعنی این روایت هم شامل عدل اعتقادی می‌شود هم شامل عدل عملی می‌شود. عدلی که در این آیه هست یعنی انصاف، یعنی انسان با مردم با انصاف منصف باشه، با انصاف با مردم رفتار بکنه. در روایت دیگری آمده ان العدل میزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق ولسبه لاقامه الحق، دادگری، عدالت معیار خداست که اون رو برای برپای حق، برای برپا داشتن حق در میان مردم وضع کرده. فلا تخالف خفی میزانه، با این میزانش، با این ترازو، با این معیار خدا مخالفت نکن، یعنی ظلم نکن به کسی. ولا تعارض خفی سلطانه، در سلطان و شهریاری خدا با او معارضه نکن، ستیزه نکن. یا در روایت دیگری می‌فرماید جعل الله سبحانه العدل قواما للانام، خداوند متعال
عدل رو قوام و مایه پایداری مردم، پایداری امور مردم قرار داد. و تنزیهن من المظالم و الآثام، و برای پاکی از ستمها و گناهان قرار داد. که اینها در این روایات که ملاحظه کردیم، همه این روایات خدمتتون عرض کنم، عدل در مرتبه دوم از عدالت، یعنی عدالت عملی به کار رفته است. انشاءالله مراتب بعدی عدل در برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.